درود بر شما. در اینجا ما نرم افزار ای کنترل رو باز میکنیم، میخوایم ارتباط اون رسیور رو با مستر برودلینک میخوایم برقرار بکنیم. خب ما از قبل کلید و پریز رو توضیح دادیم خدمت شما که چطور برقرار میشه ارتباطشون. من میام اینجا گزینه به اضافه رو میزنم و گزینه اول اد رو اینجا میزنم. ببینید تمام دیوایس هایی که برودلینک میتونه پشتیبانی بکنه اینجا برای شما به تصویر کشیده میشه و شما همه رو میتونید ببینید که اسپیلت هست، تلویزیون هست، کلیدها هستن، پریز و لامپ هوشمند و بقیه موارد. من در اینجا میام تیوی رو انتخاب میکنم. چرا تیوی رو انتخاب میکنم؟ ببین شما هر دیوایسی که کنترل داشته باشه و کنترلش یه چیزی شبیه تلویزیون باشه. ببین الان اینجا من این کنترل رو به شما نشون میدم، این چیز شبیه کنترل تلویزیونه ولی مال اون رسیوره. حتما لازم نیست که شما اینجا تیوی رو انتخاب بکنید، صرفا این که حالا یه کنترلی داشته باشه این منوی کنترل برای شما ظاهر میشه که شما من اگر یه مدار بیارم جلوتر میتونید ببینید که دقیقا ولوم کم و زیاد، کانال، منو و اگزیت و بقیه موارد رو شامل میشه. این پایین هم که چهارتا جهت هستش که همین چهارتا جهت کنترلی که شما اینجا میبینید هستش. خب حالا برای اینکه بیام این بفهمونم کارهایی که این کنترل انجام میده رو به این نرم افزار، کافیه که فقط شما روی هر کدوم از این منوهایی که داریم بیاین چیکار کنین، یک چند لحظه مکس بکنین. ببین من الان روی چنل بالا یه چند لحظه نگه میدارم، من یه بار دیگه میام بیرون تو تصویر نیفته. ببینید چنل بالا رو نگه میدارم، یک اینجوری منو این پایین ظاهر میشه که گزینه سمت چپ نمیشه لرن. وقتی لرن رو که میزنید اینجا باز دوباره منو باز میشه. ببینید من فقط یکی رو اینجا نشون میدم لرن، اگر بتونید ببینید